خب آرش چه فایتی؟ آره مبارزه خیلی داستانداری بود ولی پر از درس. به نظر من جوجیتسو وقتی وسط میاد داستان یه ذره فرق میکنه. نظر تو چیه؟ تکنیکایی که از بطن جوجیتسو میاد مثل تله است. خیر سم باشی پات بیفته توی اون پاتو از دست میدی. تموم. تو که میدونم دوست داری دیگه. یه آرمبار قشنگ دیدیم. من که با چشم خودم دیدم تب زد. نمیدونم حالا شاید اشتباه کنم، به نظر شما تب زد؟ نمیدونم تو کامنتی گفتی. توی رقابت آماتوری داور وظیفه‌اش اینه که سلامتی فایتر رو اول از همه تضمین کنه و اصلا بماند که من خودم به شخصه صحنه تسلیم شدن رو قضاوت کردم، یعنی دیدم، ولی وظیفه داور بود که ورود کنه و داور به درستی عمل کرد. ما تو رقابت آماتور اولین اولویتمون در همه رقابت‌ها اولویت سلامت مبارزه. درسته که اولویت سلامته، ولی تو تکنیک‌های جوجیتسو و سابمیشن‌ها داور موظف صبر کنه که فایتر خودش تصمیم بگیره. چون احتمال داره انعطاف دستش زیاد باشه. کاملا این درسته. وقتی که داور تشخیص بده که تسلیم شده، تسلیم شده، تمومه. بسیار عالی. خب یه مبارزه دیگه داریم، باز هم مازندران لرستان، فایتر اول آقای بنیامین اوسانلو. دعوت میکنیم از ایشون که تشریف بیارن. عرفان خب دیدیم که فایتر مازندران وارد شد، فایتر لرستان با در گوشه قرمز کج با رشگارد قرمز آقای محمد رضا مقدسی. تقابل دو خوش زایل. اول گوشه آبی کیج، قد 1.80 متر وزن 77 کیلوگرم، تیم پرشین واریورز، شهر نور مازندران، جناب آقای بنیامین اوسانلو.
گوشی قرمز کیج، قد 1.84 سانتی متر، وزن 77 کیلوگرم، تیم ام اس تیم، شهر بروجرد لورستان، کسی نیست جز جناب آقای محمد رضا مقدسی. داور این مسابقه هیجان انگیز فرشاد قلی‌زاده. درود بر بینندگان عزیز، ممنون از اینکه صبوری کردید اگه صدا نداشتید روی لایو پهلوان از یوتیوب. در خدمت شما هستم. گزارش مبارزه قبلی رو که فکر می‌کنم از دست دادیم، من در خدمتتونم. کورنر آبی بنیامین، کورنر قرمز محمد رضا، داور وسط فرشاد. آماده شروع راند اولیم و شروع. تقابل دو خوش استایل و جوون هم دیگر محک میزنن، یه اینساید لوکی که ضعیف است. بنیامین فایترها خیلی خون سردن، دلیلش چی میتونه باشه؟ خیلی خون سرد شروع میکنن فایتر. اعتماد به نفس بالایی دارن به نظرم هر دوتاشون در این مسابقه. عجیب نیست تو آماتور این اعتماد به نفس بالا. ضربات سنگین از بنیامین بی هدف، میره برای زیرگیری. محمد رضا مقدسی حریف رو به کیج چسبونده، یه خم پا رو عوض کرد. دفاع عالی است بنیامین. بنیامین پاهای نشون داد که پاهاش قرصه، به این راحتی ها خاک نمیشه. کنترل بنیامین رو من بهتر میبینم توی مسابقه، فعالتر بوده نسبت به محمد. یه زیر مجدد و تکتان، تکتان میکنه. گردن کامل در کنترل بنیامین هست، پشت به قفس هست محمد رضا. رمانت هنوز گردنش گیره، این موقعیت میتونه خطر، چون فاها رو قفل نکرده. به نظرتون میتونه تب بگیره تو این حالت؟ اگر اونجور گردنش همونجور پایین باشه میتونه ببازه. خوبه که موقعیت چه تغییر داد، میاد رو ساید. هر دو گردن هم دیگر رو کنترل کردن، اینجا دیگه فشار خفه کننده ای رو نداره. یعنی بهترین دفاع گیوتین این حالته که بیاد روی بیاد ساید حریف، درسته؟ از گاردش که رد بشه دیگه طبیعتاً به خاطر اینکه نمیتونه دیستنس رو تغییر بده برای این سابمیشن، هیچ سابمیشنی وجود نداره. بماند که آسیب پذیرم خواهد بود. میتونست محمد رضا اینجا حتی خفه کنه، چون هنوز دستش داخل گردنش گیره دست بنیامین. این باعث میشه که فایتر سریع گس بشه، سریع بدنش لاکتیک بشه. و از لحاظ امتیازی چی؟ امتیاز الان کنترل با هیچی. اینجا امتیاز کنترل با محمد رضا است. روی مانت چند ضربه پیاپی کاملا تو این چند لحظه فکر می‌کنم راند نتیجهش برمیگرده به نفع محمد رضا. دفاع مطلق. حالا بغل میکنه بنیامین، داره با آرنجش سعی میکنه فاصله ایجاد کنه. از نظر قانونی 10 ثانیه آخر سرشو دور میکنه، میخواد ضرباتشو سنگین بزنه که داور مجاب کنه. راند تموم میشه. من به نظرم اگه راند طول میکشید برای این رقابت آماتور یه چنین شرایطی میتونه داور حتی بازی رو تموم کنه، چون درسته. کاملا دفاعشو از دست داده بود. توی مبارزه آماتور اگه دفاعت رو لحظه از دست بدی داور و تشخیص داور باشه که دفاع نمیکنی، میتونه جلوگیری کنه از ادامه مسابقه. درسته. بعد ساب میشن اگه خطرناک باشه و فایتر
تب نزنه، یعنی داور این احساس رو داشته باشه که فایتر آسیب جدی ممکنه ببینه، میتونه بازی رو قطع کنه یا نه. ببین رقابت آماتور تا یک لول پایین‌تر از رقابت حرفه‌ای، من رول قوانین آماتور رو تو این بخش مطالعه نکردم، ولی چیزی که تو قوانین حرفه‌ای است، اگر داور تشخیص بده که آسیبی ایجاد شده، شکستگی یا پارگی ایجاد شده و بازی رو متوقف بکنه، تصمیم داور درسته. حتی اگه فایتر تسلیم نشده باشه، ما نمونهشو داریم، فرانک میر توی مسابقه دست حریفش رو میشکنه، اگه اشتباه نکنم داور مسابقه جان مکارتی نبود، یه داور دیگه هربدین بود، هربدین اون صحنه رو تشخیص داد که دست چیز توی میرلاک شکست توی ایونت یو اف سی. خیلی اعتراض داشتن که من چون تپ نکردم چرا بازی رو متوقف کردی، بعد از اون توی بیمارستان متوجه شدن که ساعد داشت دو جا شکسته و تصمیم درست هربدین بود. همونجا بود که این داور خودش رو کند از بقیه داورا. راند دو شروع شده، برگردیم به مسابقه. مقدسی فکر میکنم دنبال اینه که بازم زیر بگیره، چون ضربات مشتی رو ول نمیکنه سمت حریف یا رها نمیکنه. روش مبارزه محمد رضا برای مبارزه MMA آماتور موفقه، روشیه که توش فاصله رو خیلی تو فاصله نزدیک قرار نمیگیره. نها کنید بینندگان عزیز، ضرباتی که بنیامین میندازه هیچ کدوم به صورت محمد رضا نمیخوره، دائم نزدیک میشه، فاصلهش رو زیاد میکنه، فاصله بازم زیرگیری بازم و سری میاد تو فاصله نزدیک برای زیرگیری. این روش روش خوبیه برای مبارزه آماتوری، چون هم امتیاز بگیره، یه تکتان عالی، تکتان با قدرت، دوباره کنترل روی گردن. این کاری که میکنه بنیامین کاملا میتونه به ضررش تموم بشه برای ادامه این راند، چون اول راند هم هست، داره سعی میکنه فنس اسکیپ بکنه با کمک واکاندوال راه رفتن رو دیوار، دوباره روی مانت. خیلی اگرسیو نیست بنیامین مقدسی. من گفتم فایترهایی که از مازندران هستن به خاطر اینکه لب دریا هن، این شرایط براشون استاندارده، شبیه تمرین توی باشگاهه. روی مانت، روی ساید هد آرم چوک رو گرفته یا آرم ترینگل، اگر هیپش رو آف کنه فکر میکنم که نه گریپش کامل نیست، کاملا رها میکنه رو مانت. ولی فایتری که از ارتفاع میاد قدرت انفجار بیشتری داره، اگرسیو. این دوستان مازندرانی باید بدونن که زمانی که تو سطح دریا مسابقه دارن باید تو ارتفاعات کمپ کنن، کمپشون رو ببرن سمت ارتفاعات، نباید تو شرایطی که بهش عادت دارن مبارزه کنن، چون باعث میشه نتونن انفجار لازم رو داشته باشن. میبینیم من حتی داره فنس اسکیپ میکنه، به درستی پوش نمیکنه که برگرده از این شرایط خارج شه و تمام دفاع مطلق و تشخیص درست داور. خدمتتون برمیگردیم بعد از اعلام نتایج با مبارزه بعدی. Thank you.